فیلم با یک دزد جواهرات به نام مایلز لوگان شروع شود که در حال آماده شدن برای انجام یک سرقت 17 میلیون دلاری الماس در لس آنجلس است. همدستان مایلز عبارتند از دست راست و بهترین دوست او ادی، راننده فرارش تالی و دیکن، عضو تازه وارد گروه. ادی و مایلز از طریق تهویه هوا داخل ساختمان راه پیدا می کنند، در حالی که دیکن فیلم دوربین مداربسته را از پشت بام هک می کند که به اونا کمک می کند از نگهبان دوری کنند. در همین حال تالی در ماشین فرار منتظر خدمه است. پس از کمک به مایلز برای دسترسی به گاف صندوق، ادی به پشت بام برمیگردد و برای مرحله بعدی نقشه با دیکن یکجا می شود. اما در کمال تعجب عضو جدید نیت واقعی خود را آشکار می کند. دیکن میگوید که نمیخواهد پول را چهار طرفه تقسیم کند و با گفتن این با شلیک گلوله ادی را از ساختمان پایین پرت میکند که منجر به مرگش میشود. متاسفانه ادی روی یک ماشین پلیس میافتد که زنگهای هشدار در سراسر ساختمان و محله به صدا در میآید و تالی را وادار به فرار میکند. در بازگشت به ساختمان، مایلز الماس را میگیرد و به نوعی از نگهبانان طفره میرود تا به دیکن روی پشت بام برسد. اما متاسفانه دیکن هریس اسلحه را به سمت او نشانه رفته و الماس را طلب می کند. همونطور که درگیری ادامه دارد، یک هلیکوپتر پلیس از راه می رسد و دیکن مجبور می شود با تناب به سمت یک ساختمان در حال ساخت خارج شود. مایلز سعی می کند همان مسیر را دنبال کند، اما دیکن سواری اونو نیمه راه متوقف می کند و دوباره الماس را می خواهد و تهدید به شلیک می کند. مایلز به سرعت تناب را از وسط بریده و به ساختمان تصادف می کند. با رسیدن پلیس، الماس را در سیستم تهویه هوای ساختمان در حال ساخت پنهان می کند، در حالی که دیکن نیز موفق به فرار می شود. کمی بعد مایلز را دستگیر کرده و به طبقه پایین می برند. در حالی که داخل ماشین پلیس اسکورت می شود، جسد مرده دوستش ادی را می بیند که اونو بسیار ناراحت می کند. با این وجود مأموریت خود می داند که به هر قیمتی که شده الماس را به دست آورد. دو سال می گذرد و مایلز از زندان آزاد می شود. همونطور که انتظار می رفت برای آزادیش بسیار هیجان زده است و شروع به داد و بیداد در خیابان می کند. بعدش مستقیماً با تاکسی به دیدن دوست دخترش جنیس می رود. به این امید که بتوانند مدت عاشقانه ای را با هم بگذرانند. اما در کمال تأسف جنیس به دلیل دروغ گفتن در مورد جنایتکار بودنش با او کات می کند. مایلز قول می دهد تغییر کند و ازش می خواهد که او پس بگیرد، اما جنیس از گوش دادن امتناع می کند و در را به رویش می بندد. حالا بدون اینکه کاری انجام دهد می رود تا الماس را پس بگیرد. متاسفانه یک بار دیگر در ناباوری باقی می ماند وقتی متوجه می شود که ساختمان در حال ساخت که در آن الماس را پنهان کرده بود حالا یک ایستگاه پلیس LAPD است. با وجود این همچنان بر بازیابی سنگ قیمتی استوار است. مایلز برای اجرای نقشه اش وارد ساختمان می شود و می بیند که الماس در مجرای دفتر کارگاه سرقت و قتل پنهان شده که برای دسترسی به آن نیاز به یک کارت کلید دارد. بعدن در مورد اقدامات امنیتی تحقیق می کند و به عنوان یک تحویل دهنده پیزا در لباس مبدل برمی گردد. درخواست می کند که اونو به بخش قتل برساند. اما همونطور که انتظار می رود پلیس درخواستش را رد می کند. مایلز که چاره ای ندارد با کارلسون کارگاه قتل مکالمه ای را آغاز می کند و یواشکی کارت کلید اونو می دازد. بعدن کارت را پیش عمویش لو می برد و ازش می خواهد که یک مورد جدید برایش بسازد. در ابتدا عمولو مردد است و ادعا می کند که این کار خطرناکی است. اما وقتی مایلز به او پول نقد زیادی می دهد، موافقت می کند. پول آنقدر قابل توجه است که لو نه تنها یک کارت جعلی می سازد، بلکه یک نشان و اسنادی را نیز جعل می کند که نشان می دهد مایلز یک کارگاه پلیس تازه منتقل شده به نام مالون است و با استفاده از این پوشش برای بازیابی الماس به اداره پلیس می رود. پس از دسترسی به بخش قتل با استفاده از کارت جعلی مستقیماً به سمت دستشویی زنانه می رود تا به مجرا دسترسی پیدا کند. با این حال در حالی که مشغول این کار است، یک زندانی در ساختمان یک پلیس را تحت سلطه خود در می آورد و سعی می کند از همان مجرا فرار کند. مایلز سعی می کند خود را پنهان کند، اما ناخواسته زندانی را به زمین می زند. هیاهو توجه مردم را به خود جلب می کند و در کمترین زمان کل بخش وارد دستشویی می شود. مایلز که چاره‌ای ندارد مجبور می‌شود خود را به عنوان کارگاه مالون معرفی کند و توضیح دهد که اون مانع از فرار جنایتکار شده و همه را با شجاعت و تفکر سریع خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما متاسفانه رئیس ایستگاه ریزو نیز در مورد شجاعت او می‌شنود و تصمیم می‌گیرد مهارت‌های او را آزمایش کند. مایلز را به دفتر خود فرا می‌خواند و یک وظیفه ساحوی با یک کارگاه تازه ارتقا یافته به نام کارلسون تعیین می‌کند. مایلز نگران است و درخواست می‌کند که به او وظیفه‌ای پشت میز بدهند،
اما ریزو اصرار دارد که افسران شجاعی مانند او در خیابانها تعلق دارند. در صحنه بعدی کارلسون یک هشدار سرقت دریافت می کند و با مایلز به سمت صحنه می رود. در راه کارلسون در مورد سابقه چشمگیر مایلز به عنوان یک کارگاه به وجد می آید. به نظر می رسد که امولو دستاوردهای ساختگی زیادی را در رزومه مایلز اضافه کرده که شامل دستگیری 128 جنایتکار است که از این تعداد 6 نفر تروریست، 7 مورد خونسازسازی و بمب و حتی جلوگیری از روبوده شدن هواپیما بودند. در حالی که کارلسون به صحبت ادامه می دهد، بسیار آهسته رانندگی می کند که نشان می دهد اون بسیار عصبی و تازه کار است. کمی بعد به مقصدشان می رسند که معلوم می شود یک فروشگاه قطعات ماشین است. صاحب به اونا سلام کرده و شروع به شکایت می کند که یک دزد 3 دوجین رینگ لاستیک ماشین را از انبارش دزدیده. دزدگیر انبار به صدا در آمد، اما رسیدن پلیس 1 ساعت طول کشید و در نتیجه دزد متواری شد. مایلز که در تمام این مدت سکوت کرده بود، این اطلاعات را تا حدودی عجیب می داند. از آنجایی که خودش یک دزد حرفه‌ای است، دقیقاً می داند که داستان چگونه است و خودش صحنه جرم را ارزیابی می کند. به زودی استنباط می کند که بیش از 1 ساعت طول می کشد تا دزد وارد انبار شود و 3 دوجین رینگ سنگین را روی یک کامیون بار کند و فرار کند. مایلز فرض می کند که صاحبش دروغ می گوید و وقتی کامیون پارک شده نزدیک انبار را بررسی می کند، تمام اقلام دزدیده شده را آنجا پیدا می کند. صاحب فروشگاه که دستش رو می شود اعتراف می کند که برای پول بیمه کلاهبرداری کرده و مایلز تنها با یک هشدار جدی اونو رها می کند. خب طبیعتاً کارلسون دلیل مایلز برای رها کردن صاحب فروشگاه را زیر سوال می برد و دومی توضیح می دهد که گاهی اوقات باید ماهی کوچک را رها کرد تا ماهی بزرگتر به دام بیفتد. در راه بازگشت به ایستگاه مایلز فرمان را بر عهده میگیرد و به کارلسون میآموزد که چگونه مانند یک کارگاه واقعی رانندگی کند که بیش از حد سری میراند و تقریبا مانند یک جنایتکار فراری با ماشینهای دیگر تصادف میکند. پس از مدتی مایلز برای خرید آدامز توقف میکند، اما دوباره خود را در یک وضعیت ناگوار میبیند. یک سارق مسلح وارد مغازه میشود و از صاحبش میخواهد صندوق را باز کند. مایلز که چاره ای ندارد مجبور به مداخله میشود، اما در کمال تعجب مشخص می شود که سارق کسی نیست جز همدست سابقش تالی. اونا از دیدن یکدیگر حیرت زده می شوند و درست زمانی که از شوک خلاص می شوند، کارلسون نیز به فروشگاه وارد می شود. مایلز برای حفظ پوشش خود اجازه می دهد تالی از در پشتی فرار کند، اما متاسفانه کارلسون درخواست پشتیبان می دهد و در نهایت اونو در خیابان محاصره می کند. تالی حاضر به تسلیم شدن نیست و کارگاه هارد اکسل پیشنهاد میکند که تیم سوات را فراخوانی کند. با این حال مایلز برای اینکه رازش فاش نشود و از کشته شدن دوستش جلوگیری کند، خود را خل سلا میکند و به سمت تالی میرود تا اونو متقاعد کند که تسلیم شود. وقتی دومی امتناع میکند، مایلز به او پیشنهاد میدهد که $20,000 به او بدهد و پس از یک روز زندان آزادش کند. تالی در نهایت موافقت میکند و مایلز وانمود میکند که اونو به شیوه شیک دستگیر میکند. بعدن کارلسون به همه در بخش میگوید که چگونه مایلز قهرمانانه یک جنایتکار خطرناک را با دستان خالی تحت سلطه خود درآورد. با گذشت روزها دانش مایلز در مورد فعالیت‌های مجرمانه و توانایی خونسا کردن جنایات اونو میان دیگر افسران بسیار محبوب میکند. یک روز ریزو دوباره اونو به دفتر خود فرا میخواند و میگوید که بخش سرقت به دنبال یک رئیس جدید است و اینکه فکر میکند که مایلز فرد مناسبی برای این کار خواهد بود. مایلز که نمیخواهد پوشش خود را به باد بدهد، با اکراه این موقعیت را میپذیرد. همان روز دوباره تلاش میکند تا محل الماس را پیدا کند، اما زمانی که به نقطه دقیق میرسد میبیند که چیزی آنجا نیست. بعدن از کارگاه هارد اکسل می آموزد که مدتی پیش یکی از لوله های آب گرم ترکیده و همه دریچه ها را آب گرفته بود و به همین دلیل اداره مجبور شد کل سیستم را بیرون بکشد. از طرف دیگر دیکن خیانتکار متوجه آزادی مایلز می شود و به مکان امولو سر می زند. پیرمرد هر گونه اطلاعات از مکان مایلز را انکار می کند، اما دیکن خشمگین اونو به میز می کوبد و اسنادش را بررسی می کند. آنجا سرانجام متوجه هویت جدید مایلز می شود. در ایستگاه پلیس زمانی که تالی مجبور است بیش از یک روز در زندان بگذراند، مایلز را تهدید می‌کند، اما در نهایت به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. در سکانس بعدی مایلز با کمک یک ماشین کنترل از راه دور به تعقیب الماس ادامه می‌دهد. در نهایت آن را در مجرای هوا درست بالای دفتر ریزو پیدا می‌کند. بعدن کارلسون مایلز را در حال جاسوسی از طریق مجرای هوا می‌بیند و در مورد آنچه در جریان است جویا می‌شود.
کارلسون همچنین فاش میکند که نام و شماره نشان اونو در پرونده های پلیس جستجو کرده، اما نتوانسته کسی به نام مالون پیدا کند. مایلز که نگران لو رفتن است به کارلسون دروغ میگوید که اون در واقع از امور داخلی است و برای یک ماموریت مخفی اینجاست. خب کارلسون دروغ های اونو باور میکند و قول میدهد که اون را مخفی نگه دارد. مایلز که حالا شانسی برای گرفتن الماس از طریق دفتر ریزو ندارد، به دنبال راهی برای عبور از اتاق مجاور که اتاق بسیار امن شواهد است میگردد. اما قبل از اینکه بتواند راهی برای ورود پیدا کند، به ماموریت دیگری فرستاده میشود. ظاهرا یک نمایشگاه موزه از انبار بار دزدیده شده، اما در صحنه متوجه میشوند که آثار قیمتی موزه را دست نخورده رها کردند. اف بی آی نیز در صحنه است و مایلز با مامور اف بی آی گری وارد مشاجره میشود که چه کسی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد. پس از مدتی به LAPD دستور داده میشود که صحنه جرم را تخلیه کند و مایلز باید صحنه را ترک کند، اما نه قبل از گوش دادن به ماموران متکبر FBI. در راه بازگشت با دانش و تجربه گستردهش استنباط میکند که FBI به دنبال آثار عتیقه نه، بلکه دنبال مواد مخدر بودند. مایلز فاش میکند که مجرمان اغلب مواد مخدر را از خارج از کشور به عنوان محموله وارد کشور میکنند و قبل از عبور از گمرک آن را میدوستند. مایلز و تیمش بعد به دنبال کامیونهای باند شده میگردند. اینها تنها کامیونهایی هستند که میتوانند به انبارهای گمرک بروند. با پشتیبانی هوایی تماس میگیرند و به سرعت یک کامیون انفرادی را در خیابانهای شلوغ میبینند. کارلسون در شهر زوم میکند و خود را به کامیون میرساند. FBI با رادیو به آنها میگوید که عقب نشینی کنند. اما مایلز و تیمش قاچاقچیان را دستگیر کرده و کامیون هروئین را در یک ایستگاه ترافیکی به دام میاندازند. بعدن همان روز مایلز وارد اتاق شواهد می شود و وانمود می کند که مواد کشف شده را بازرسی می کند. آنجا بالاخره موفق می شود الماس را پس بگیرد و به وجد می آید. ناگهان ریزو ظاهر می شود و مایلز را تکان می دهد که باعث می شود تصادفی الماس را در محموله هروئین بیندازد. ریزو بعد فاش می کند که FBI هروئین را برای آزمایش می برد. معلوم می شود که مواد متعلق به یک قاچاقچی بدنام مواد مخدر مکزیکی به نام ژان لافلور است. مایلز که حاضر نیست دست از الماس بردارد، به FBI و واحد پلیس پیشنهاد میکند که از مواد به عنوان تومه در عملیاتی برای گرفتن لافلور استفاده کنند. همچنین پیشنهاد میکند که خودش کالا را به دست قاچاقچی برساند. FBI پیشنهاد اونو دوست دارد و عملیات بلافاصله تایید میشود. قبل از رفتن مایلز مخفیانه دوستش تلی را آزاد میکند. پس از رسیدن به مقصد مایلز به سرعت الماس را پس میگیرد. اما قبل از اینکه بتواند فرار کند، تلی ظاهر می شود و بعد از آن دیکن. دومی با تهدید اسلحه الماس را از مایلز می گیرد، اما به زودی لافلور نیز ظاهر می شود. پلیس و FBI که چاره ندارند به معامله حمله می کنند. هرج و مرج رخ می دهد و با استفاده از فرصت دیکن با الماس در یک کامیون زرهی فرار می کند. مایلز دنبال کامیون می دود و موفق می شود روی پشت آن بپرد. به زودی پلیس و FBI به تعقیب او می پردازند و به مرز مکزیک می رسند. کارگاه ورداکسل سعی میکند دیکن را وادار کند تا ماشین را متوقف کند، اما در نهایت همان نزدیکی تصادف میکند. در حالی که هیچ چیز دیگری کار نمیکند، مال سعی میکند خود را جلوی کامیون برساند، اما دیکن از مرز مکزیک عبور میکند. در مسیرش از ساعتهایی که مقامات مکزیکی و آمریکایی ایجاد کرده بودند میگذرد. مایلز به دلیل تند بودن کامیون پایین میافتد و میبیند که دیکن از دید دور میشود. پلیس و FBI مجبور میشوند تعقیب و گریز خود را در مرز متوقف کنند، چون صلاحیت قضایی مکزیک را ندارند. اما مایلز با امتناع از تسلیم شدن یک ماشین گشت را میدزدد و دیکن را تعقیب میکند. در نهایت به دیکن میرسد و باعث میشود کامیون تصادف کند. چند ثانیه بعد هر دو از ماشینهایشان بیرون میآیند و یکدیگر را زیر اسلحه نگه میدارند. مایلز با دیدن پلیس مکزیک که دارد نزدیک میشود به دیکن پیشنهاد معامله میدهد. دیکن باید الماس را به او تحویل دهد و در ازای آن مایلز اونو به آمریکا برمیگرداند و پس از فروش الماس سهمش را به او میدهد. اما هنگامی که دیکن قبول میکند، مایلز بلافاصله اونو به کامیون دستبند میزند و برای فرار از مامورین مکزیکی به سمت خاک آمریکا حرکت میکند. دیکن اسلحه میکشد تا به او شلیک کند، اما مایلز برمیگردد و اونو با شلیک گلوله میکشد و انتقام مرگ ادی را میگیرد. پس از این به ایالات متحده می رود، جایی که FBI و پلیس هر دو خواستار توضیح هستند. این بار مایلز با آنها می گوید که اون یک افسر مخفی مکزیکی است و باید به همکارانش گزارش دهد. چند اینچ از مرز کارلسون و هاردکسل اونو متوقف می کنند و می گویند که می دانند که مایلز واقعا کیست.
با این حال اونو دستگیر نمی کنند چون از کمک های او سپاسگزار هستند و اونو به عنوان یک دوست می بینند. همچنین به او اطمینان می دهند که FBI نمی تواند به او دسترسی پیدا کند چون چند اینچ از مرز فاصله دارد. پس از یک خداحافظی تلخ و شیرین، مایلز با الماس به مکزیک می رود.